سلام و عرض ادب و ارادت به رفیقای گل. میخوام تعویض لنت پژو رو 0 تا 100 برات بگم، خیلی مختصر، مفید، شیک و مجلسی. بوکس 19 فرمونو میچرخونی سمت خودت تا راحت بتونی لنتو عوض کنی. ببینید اینجوری. خب شما به یه آچار 12-13 رینگی نیاز داری که بتونی یکی از این پیچا رو باز کنی. فقط یکی لازمه دوستان، فقط یک. ببینید این یه آچار 12 میخوره یا 13، این 13 میخوره، 14-15 میخوره بعضی پیجا. شما همین یه دونه پیچ پایین رو باز میکنی، اگه از اینجا چرخه با دستت بگیر، اگه خیلی سپود یه آچار 15-16 میدوزی اینجا. پیچو که باز کردی کالیپر ترمز کلن همش میگیری بالا. ببین این پیستونه ترمزی که شما ترمز میگیری، لنتو فشار میده به سمت دیسک. خب من لنتو کلن خود این ماشین رو بر میدارم، دوباره باز میذارم سر جاش. فقط میخوام تعویض لنتو براتون مختصر مفید بگم. ببین شما لنت نو که بخوای بندازی، این لنتو یکم خورده، خب ببینید یکم خورده شده. لنت نو که بخوای بندازی باید این پیستون بره به داخل تا بتونی لنتو نو رو جا بزنی. پس ما الان میخوایم انگار لنت نو بندازیم، پیچو میبندی تا بتونی این پیستون رو بدی به داخل. ببینید دوست عزیز زوم کن تا قشنگ معلوم بشه. با یه قلم، با یه پیچگوشی محکم، حالا ما با قلم میندازیم. دیدید پیستون رب به داخل، تا داخل نره شما نمیتونی لنت نورو جا بزنی. این الان اوکی شد، حالا باز میکنی، دستم از اینجا میگیری باز میکنی، میاریش بالا، لنتای نورو جا میزنی. ببین طریقی گذاشتن لنت روی دیسک، شما اینو حالتی ببینید، یه برامدگی اینجا بالا داره و یه برامدگی اینجا، اینجوری میذاری اینجا روی دیسک. خارم باید وسط باشه، نه بالا باشه نه پایین. ببینید اینجا خار وسط، الان اینا میذاری اینجا، چپه نداری لنتو باز اینجوری، اینم وسط قرار میدی. گرفتی چی شد؟ اینا وسط باشه. اگه سوکت ABSش که وسط بود، یه دونه از اینا وصله، از خود کالیپر رد میکنی که باید بتونی وصلش کنی. خب حالا بیاری سر جاش. یه نکته بسیار مهم، بسیار مهم، اینجا رو گوش کن با دقت. شما زمانی که کلن بخوای لنتو رو بذاری، اینو باید یه چک بکنی کالیپراش، باید این روون باشه مثل این. میبینید چقدر روونه؟ وقت روونه این باید روون باشه شما لنتا رو ببندی. خب اگر روون نباشه این الان خوبه، بازم ما روغن میزنیم که روونتر بشه. میبینید اگر روون نباشه یکی از لنتا شما زودتر خورده میشه تا لنت دیگه. میبینید اینو باید با شما با روغن کلن روون کنی بزنی سر جاش. اگه اینا کیپ باشن لنت شما یه طرفه خورده میشه، حالا راحت میذاری سر جاش. حواستونم به خارا باشه، دست اینجوری میندازی پیچشو میبندی. پیچش هم قشنگ صفر کنی، زیر دستتون صفر بشه قشنگ. خب شما حالا که لنتو رو سر جاش قرار دادی، خب پیستون به داخله، چند پا ترمز میزنی تا پیستون بیاد سر جاش، یعنی ترمز پر کنی. ببینید نگاه کنید الان پیستون داره پر میکنه.
الان زیر پام پر کرد. شما زمانی که لنتو عوض کرده 100% بعدش باید بری ترمز بزنی پر کنی که پیستون بیاد سر جاش. حالا برای این بهتون بگم که این از تعویض لنت 0 تا 100 اصلا هم سخت نیست، خیلی مختصر مفید. حالا شما بخوای یه تعویض لنت خوب با یه ترمزگیری مشتی داشته باشی، باید دیسکت هم خوب باشه با این لنت خوب تا بتونه جواب بده. خب دیسک خوب با لنت خوب ترمزگیری خوب داره. الان این دیسکش خوب خط انداخته، خط انداخته، گودم کرده. هر چی قدم شما لنت خوب بندازی بازم ترمزگیری ضعیفی داری. یه طرفه دیسک خورده، یه طرف باز چاختره. پس شما اگه بخوای کلن یه ترمزگیری خوب داشته باشی باید دیسک خوبم داشته باشی. چرخو میبندی حالا؟ آبا دمت گرم تو اینجا ویدیو با ما بودی. ممنون میشم اون لایک قشنگ رو بزنی، زنگوله ما رو فعال کن، یه سابسکرایب مشی هم بزن. دمت گرم. این همه سرزلیت پشو. آقا دمتون گرم.